بنمای رهی که راه نماینده توی. بکشای دره که در گشاینده توی. زنگار غمان گرفت دور دل من، بزدای که زنگ دل زدایت توی. الهی در ذات بی نظیری، در صفات بیمانندی و گناه کاران را آموزگاری و ایشان را رازداری، زیبازه و شیرین گفتاری، دانای رازها، عالم اسرارها و محیبان را خریداری. درمان در دستگیر و بیچاره را دست یاری توی. با معذرت بینندگان عزیز، دوستان گرامی، سلام های گرم و صمیمانه خدا نثار هر یک از شما عزیزان نموده، امیدوار هستم در هر کجای از این کره خاکی که به سر میبرین جور و صحت و سلامت باشین و به همی آرزومندی باز هم سر ساعت 12 بعد از ظهر وقت لس آنجلس، البته که بنده با پخش نمودن و برگزاری برنامه شعر و ادب از طریق تلویزیون جهانی زرین خدمت شما هستم و امیدوار هستم که یک ساعت وقتتان که صرف دیدن برنامه شعر و ادب میکنین، ما بتانم با کمک شما عزیزان این برنامه را به شکل شاید و باید خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. البته امیدوار هستم که همه عزیزای ما، همه هموطنان عزیز ما که در افغانستان عزیز زندگی می کنند و البته هوا روز به روز سرد شده در افغانستان، امیدوار هستم که زمستان خوشی را و سپری کنند و با امید موفقیت و کامیابی و صلح دائمی در وطن ما برنامه امروز با پرچشیری از سرودهای خودم، البته که یک احساس است، خدمت شما تقدیمش میکنم، سرآغاز میشم، باز هم میریم با سراغ مطالب و مضامین دیگی که ما با خود دارم و آماده هستم. البته برنامه زنده است و خدمت شما برنامه زنده را امروز از طریق تلویزیون زرین تقدیم میکنم. آرزو. ای کاش گل باغ شبستان تو گردم، ای کاش گل باغ شبستان تو گردم، از اول شب من گل دامان تو گردم.
گر گل بفروشی ز گلستان رخ خویش، من مشتری دایم بستان تو گردم. نو شمز پیک عشق تو بی خود شوم، آنگه بیهوش شده در زمره مستان تو گردم. ای کاش گل باغ شبستان تو گردم، از اول شب من گل دامان تو گردم. در باغچه حسن تو پروانه بسی هست، بگذار مرا بلبل خوشخوان تو گردم. گر بال بگشایم بکنم بال و پرم باز، با بال و پرم کبک بیابان تو کردم. جان و دل صافی چو هواخواه تو گردید، بگذار که من مرغ غزل خوان تو گردم. ای کاش گل باغ شبستان تو گردم، از اول شب من گل دامان تو گردم. خوب عزیزان، امیدوار هستم که پارچه ناچیز هم خوش شما آمده باشه، ازش لذت برده باشین و ازش برای لحظه لذت برده باشین. در قسمت برنامه من میخوایم در مورد یکی از شاعرهای بسیار توانای ما، شما البته از خانمی که اولین خانم شاعره هستن بودند که آغاز کردن به شعر، از رابعه بلخی یاد کنم. البته قابل یادآوری است که از رابعه یاد کنیم که رابعه نخستین زن شاعری پارسی است. البته که رابعه بلخی دختر کبک غزنوی می باشه که از شاعران معاصر دوره رودکی می باشد که در سده چهارم زندگی می کردن. در وصف رابعه انقدر باید ما بگوییم که رابعه عاشق بود و توسط برادرش از بین رفت و رابعه بلخی از جمله شوهرای شاعرهای فارسی زبان است که اولین بار یعنی شعر گفتند و وضع حال و زندگی رابعه بلخی را تعداد زیادی از ادیبان و شاعرای ما به نظم درآوردند و یکی از شاعرهای مشهور و نامدار فارسی زبان است.
از رابعه بلخی پارچه چهره انتخاب کردم. من حیث نمونه کلام خدمت شما تقدیم میکنم. باز با هم هستیم، برنامه را با هم پیش میبریم. بهار بلخ، پارچه شعری از شاعره توانای فارسی زبان رابحه بلخی. ز بس گل که در باغ ما وا گرفت، ز بس گل که در باغ ما وا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت. سبا نافه ماش تبعب نداشت، جهان بوی ماش از چی معنا گرفت؟ مگر چشم مجنون بهب اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. زبس گل که در باغ ماوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ معنا گرفت. با می ماند اندر عقیقش قدح، سرشکی که در لالم آوا گرفت. قدح گیر چنده و دنیا مگیر، که بدبخت شد آن که دنیا گرفت. سبس گل که در باغ ماوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ معنا گرفت. سر نرگس تازه از زر و سیم، نشان سر تاج کسرا گرفت. چو رهبان شدن در لباس کبود، چو رهبان شدن در لباس کبود، به نفش مگر دین ترسا گرفت. به نفش مگر دین ترسا گرفت. خب پیش از این که راجع برابه هست صحبت کنیم، یک ذره میریم سراغ یک لاین با هم هستیم. بله بفرمایید، تلویزیون زرین با دیانا هستیم. سلام و درودهای بی پایان خود خدمت خود دیانا جان عزیز و در حضور مقدس و محترم تقدیم میکنم.
بسیار تشکر میکنم. سلام های گرم و صمیمانه مرا هم قبول کنین خانم مومنه جان، نیکخو شاعره توانای ما. بسیار خوش آمدین مومنه جان، صفا آوردین. زنده باشی دیانا جان عزیز. و شعر زیبا و بسیار مقبوله که از خودت بود، غزل زیبای بود که خاندی، او را خوب شنیدم و بسیار غزل فکر کنم ایران تازه سروده بودی، بسیار مقبول بود. بسیار تشکر مومنه جان عزیز، یک جهان سپاس. بفرمایید شما با ما چی دارین؟ بیانا جان عزیز و مهربان، ما یک غزل کوتاه هست دارم که اینمی را میخوام امشب خدمت خودت و دوستان شعر و ادب تقدیم کنم. و قبل از اینکه من شعر خود بخوانم، باز هم برای میگم که حضور مهربان و محترمت دلهای همه دوستداران شعر و ادب شاد میکنم. بسیار تشکر مومنه جان، شما بسیار عزیز هستین، شما یک جهان سپاس، همیشه تعریف میکنین، خدا با شما باشه. مومنه جان عزیز بفرمایید. تشکر شما خنده باشین. این شعر غزل ما به نام عنوانش هست خریدار عشق. خریدار عشق. آن که با جان خم عشق تو خریدد منم، آن که با جان غم عشق تو خریدد منم، وان که مرد از غم و مهر تو ندیدد منم، آن که در باغ و چمن سرو روان است تویی، وان که بسم صفت از هجر تپیده است منم، آن که از لطف به همراه رقیب است تویی، وان که چون دوست به سوی تو دویده است منم، آن که زیبا و رتاقد و جوان است تویی، وان که پشت از غم هجر خمیده است منم، آن که دارد لب شیرین و رخ ماه تویی، وان که از چهره او رنگ پریده است منم، آن که در خواب روی بستر ناز است تویی، وان که شب تا به سحر آه کشیده است منم، آن که چون آهوی وحشی زبرم رفت تویی، وان که از سینه قرارش برمیده است منم، آن که مومن برهش گرم فغان است تویی، آن که مومن برهش گرم فغان است تویی، وان که برداد دلش کس نرسیده است منم. خب این شعر خود خدمت دوستان و خدمت خود تقدیم کردم. در آخر از خداوند بزرگ برای خودت و خانواده طول عمر و سلامتی خواهانستم. البته شاعر هیچ وقت نمیتانه ساکت بشینه، اشعار زیبایی که بعد از کتاب خود سروده ای خدا موفقیت و کامیابی برات نصیب کنه که با پروگرامای خود بخانی و ما بشنوان انشاءالله، و همه دوستان بشنوان و شاد و خوش باشن. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. از مومنه جان عزیز یک دنیا تشکر میکنم، واقعا شعری بسیار زیبا و مقبول را خدمت ما تقدیم کردن. البته در این قسمت برنامه اگر آماده باشین میریم سراغ چند اعلان، دوباره ما برمیگردم، با ما باشین. با سلام های فراوان خدمت شما هستم عزیزان، امیدوار هستم که ما
تانسته باشم برنامه را تا به اکنون به شکل و شاید و باید خدمت شما تقدیم کرده باشم. دوست عزیز، برادر عزیز ما، شاعر توانای ما، محترم نوری صاحب عزیز روی لاین هستن. میرم لاین میگیرم و میبینیم با ما چی دارن. بله بفرمایید. بله بله، شاید که من لاین اشتباه گرفته باشم. بله بفرمایی. بله بفرمایی. بله 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 بسیار ببخشین. بله 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 خانم دیانا شاعر گرامی، من نوری هستم. آقای نوری بسیار ببخشیم که من نمیتونم، فکر کردم اشتباه گرفتم یا لاین دیگره، شما لاینتان قطع شد. بسیار خوش آمدین، صفا آوردین، سلام های گرم خود خدمتتان تقدیم میکنم. بفرمایید به ما چی داره؟ اما شما نام رابعه بلخی شهید گرفتین که هزار سال پیش او عاشق یک سرباز به نام بکتاش شد. اما با تصف امو هزار سال پیش برادرش حارس او را دعمان برد به خاطر عشقش، کم شاعر بود و هم عاشق بود، هیچی بگویم دیگه، او را برد دعمان و رگاش بود و در امان بود و بس. با او یک تک بیت نوشت: مرا به عشق همه متهم کنی به یل، مرا به عشق همه متهم کنی به یل، چه حجت آوری نزد خدای عز و جل. افسوس از اما تا جایی که بازم شما را استقبال کنم، شعر دارم با پشتو به نام غزل او کجل. آها غزل هم کجل؟ کجل هم سرمه را میگه. بله غزل کجل. یعنی از من غزل از شما سرمه پچه از شما بیزل اگه میکنم شخی اگه اجازه باشم گستاخی نکره باشم. اما این شعر تا قلاده البته این نظر من یک شخصت های بزرگ است، یک مهنیست تاریخی است. به اجازه شما بفرمایید. ناصر آبا گوش جمو داستا اصلی است در کتخ از الیک مهر، جمو داستا اصلی است در کتخ از الیک مهر، کسی کسی پکی چکره به کافر لکمه، دیبامی کال انهزام بطر اخت پوری، دیبامی کال انهزام بطر اخت پوری، خوالی ایری دی بود کدور دی زرگی تل لکمه، تا دیش برزل خیبره استوری طولوان، تدیشی بر زل خیبر اوستری طولوم، دی اوسترو پدار خطل یو اتر لکم، تدی دی جان دی سراونو تلوزه مدو، تدی دی جان دی سراونو تلوزه مدو، بران بران دی اندخنوس تا پدر شل لکم، زه دی وردگو اتن شان لکبتن نسره، زه دی اف زه دی وردگو اتن شان لکبتن نسره، دی مکیزم و دی را دکستا حد یا بد مکمه، کتا زما کورت را دلی این مهربانی زما، کتا زما کورت را دلی این مهربانی زما، درد خزل خزل غزل ستا بکجن لیکمه، در غزل 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 ستا بکجن لیکمه.
تشکر. بسیار مقبول آقای نوری، یک جهان سپاس. شعر زیبای مقبول دکلمه کردین، از شما یک دنیا تشکر. و در ضمن شما تشکر میکنم البته که از مناچیز در برنامه ها یاد کردین، تعریف کردین. خدا با شما باشه. البته صفت و بزرگواری خودتان است. من یک ناچیز هستم، یک قطره هستم در دنیای شعر و ادب. البته شما هستین، شما شعرهای بزرگ ما هستین که ما را بهمه سازین. شما هستین اصلا پس بگیرین. من چرا از راوی برخیات کردم چون برنامه را زیاد جیگر خون نسازم، شما از راوی برخیات فارغ شده. و من از بچه های لسی عبیبیه تمامی وجود بازم اتقام میکنم، چنانچه از تک بیت ربی بلخیات کردم در کل اشعار پرشتوی همی خوشنک مقابل زن است که چرا ما اتمه کنم. فقط همینقدر ما وقتی دوستارو نمیگیم، شما بسیار مهربان هستین، سلامت زنده با تمامی خانون دیتون باشین. خدا نگهدار شما، زنده باشین همراه شما یک. خداحافظ شما. خداحافظ. خوب عزیزان، از آقای نوری شاعر توانای ما یک دنیا تشکر. البته که من شنیدم که در مورد ما بسیار تعریف کردن، البته از من ناچیز تعریف کردن در برنامه ها. از شن یک جهان سپاس. من ناچیز هستم، چیزی که هستم البته با کمک و با امو پشتیبانی و حمایت شما عزیزای ماست. میریم سراغ پارچه شعری از ژاله اصفهانی، البته از کتاب خروش خاموش. شعر زیبایی است، البته با هم میشنویم. عنوان شعر است نگاه آتشی. نگاه آتشین بردار از چشم گوهربارم، که من خود شعله سوزان در این قلب عظیم دارم. ز پیش دیده هم بگذر، به حال خویش بگذارم، که دیگر تا به غم خوردن ندارد خاطر زارم. من امشب بی خود از خیشم، مکن هازا از این پیشم. نگاه آتشین بردار از چشم گوهربارم،
دیوانه را دادم. بدلدار نظربازه سیاه شد روزگار من ز چشم مست غمازه. بد آمد مرغ محبوسم نه گلزاره نه پروازه. بسوزم خرمن هستی برارم گرمن آروازه. بسوزم خرمن هستی برارم گرمن آوازه. چو دیدی غرق حمالم چرا بستی پرو بالم. چو دیدی غرق اعمالم چرا بستی پرو بالم. نگاه آتشین بردار از چشم گوهر بارم. درون سینه معزون دل از مهر رخت خون شد. درون سینه معزون دل از مهر رخت خون شد. ترا تا خوب تربینت ترا تا خوب تربینت با شکل عشق گلگون شد. بیامد بر سر مشگان درخشان گشت و وارون شد. ببین این عاشق صادق با دوران غمت خون شد. تراک از دام غم تو که از دام غم آزادی کجا از ما کنی یادی. نگاه آتشین بردار از چشم گوهربارم. که من خود شعله سوزان در این قلب عظیم دارم. Thank you.
مخواه از من شکیبایی که طاقت رفته از دستم، پرشان آل و مدهوشم زجام درد و غم مستم، زخیشار بریدم دل چوبا بیگانه پیوستم، زخیشار بریدم دل چوبا بیگانه پیوستم، بکار خیش ایرانم سخود کرده پشیمانم. نگاه آتشین بردار از چشم گوهربارم، که من خود شعله سوزان در این قلب از این دارم. بریزد اشکم از مژگان که با اجران اما آغوشم، بسان شممی سوزم بیان جم و خاموشم. تو خود زان نرگس زیبا نمودی مست و مدهوشم، چوبر بودی دل زارم، چوبر بودی دل زارم، چرا کردی فراموشم؟ با مهرش ژاله خرسندم، با وصلش آرزومندم، با مهرش ژاله خرسندم، با وصلش آرزومندم. نگاه آتشین بردار از چشم گوهربارم، که من خود شعله سوزان در این قلب از این دارم. خوب عزیزان، این بود یک پارچه از اشعار بسیار زیبا و مقبول که از سروده های شاعر توانا و چیر از دست ایران زمین خانم ژاله اصفهانی بود. البته که واقعا من خود لذت بردم از خواندنش. واقعا اشعار ژاله اصفهانی هر کدامش یک معنای بزرگ و یک دنیا سخن
میاموزانه برای انسان و واقعا اشعار زیبا دارن. البته جاله از جمله شاعرای ایران است که اشعارشان به خاطر دفاع از حق و حقوق زنان البته اشعار سرودن که واقعا زیباست. میریم سراغ یک لنگ باز هم با هم هستیم. بله بفرمایید، برنامه شعر و ادب با دیانا هستیم. دیانا جان، عادل هستم، سلام های قلبی مرا قبول کنید. عادل جان عزیز، شاعری توانای ما، البته که نام شما با اشعار مقبولتان سر زبان است و هر جا از تعریفات از اشعار شما میشه. البته که بسیار خوش آمدین، بسیار خوش شدم که آوازتان شنیدم. واقعا تشکر دیانا جان، گرد حسن نظر شما. ما فقط یک قلم در دست گرفتیم و نوشته هایی را که صدای قلب خدا و احساس خدا نوشته می کنم و تشکر می کنم از آمدتان های ما که مشابت ما هستن و می پذیرن همی صداهای عواطف من. عادل جان بسیار زیبا می نویسین، با ما چی دارین امروز؟ تشکر در باشین بسن نظر شما. دیانا جان، در این بخش برنامه شما ما خواستم یک شعر آزاد یا سپید دارم میره با شما و دیگه ادب دوستا شریک کنم. ما سر و پا گوش عادل جان نازنین. درون دیده من باز شوق دیدارت، درون دیده من باز شوق دیدارت، به پای صبر بزد سنگ و وحشیانه دوید، به این امید که وصل تو را نصیب شود، چه بی خبر ز امامه چه کودکانه دوید، به خواهشی که ز راه خرد گذر نکند، تو را چو مال ز دست رفته جستجو میکرد، تو را به بال خلوصش به عرش مهر نشاند، تو را چو معبودی به قوت همه ایمان عشق سجده نمود، تو را درون اما عرف شعر و غزل چو سوز یک دل شاعر چه شاعرانه سرود، تو را چو طفل به آغوش عشق کرد بزرگ، تو را چو طفل به آغوش عشق کرد بزرگ، و دل به پیش تو بازی چوار کرد رها، مگو تو با او این که در درون دلت با سرزمین خیالت برای او جای نمانده دیگر و از یاد برده ای آنجا، مگو اینجا. خودی آجا جان گل، با تجدید سلام خداحافظ میگم، وقت زیاد شما رو نمیگیرم و سلام های قلبی خود خدمت سپورمه جان، امانیار، خانم مومنه، خانم سیمین شمس و برادرای محترم و ادیب و شاعر ما از الف تا یا به همیشان میرسانم. امیدوار هستم همه شاد و صحتمند باشن. خداحافظ ناصر همیشگی شما و همه شنونده های برنامه شما باشن. خداحافظ. تشکر، خداحافظ. ما هم عادل جان از شما یک جهان سپاسگزار هستم. خدا با شما باشه و از خدا من قریه شما زه بیشتر و بیشتر میخوایم که اشعار زیباتر بشنویم. بسیار تشکر، زنده باشی. خدا باش. خدا حافظ. خوب، از از خانم عادل جان کمین مجددی یک جان سپاسگزار هستیم. واقعا اشعار زیبا می نویسن، دست گل دارن، هر جا میرم از عادل جان تعریفات می شنوم
که واقعا افتخار مملکت و ملت ما هستن. البته از شان یک جهان تشکر. خوب عزیزان، من البته از اتاق کنترل خواهش میکنم یک آهنگ را مقبول و زیبایی را از اختر شوکت انتخاب کردیم، غزل بسیار مقبول که آقای اختر شوکت یکی از غزل سرایی بسیار خوب ما و شما هستند که من خودم شخصا بهشان علاقه دارم. غزلش با هم میشنویم، میبینیم، با هم هستیم. دوباره من برمیگردم، با ما باشیم. Pasani sare re sare gare ga sare sani sani pani pama gare ga mama mama baba mama banini bani sani sa banini bani sani sa banini bani sani sa sani pama re sa از هجر گرد شادیه دشمن بودست غرز از هجر گرد شادیه دشمن بودست غرز از هجر گرد شادیه دشمن بودست دشمن بودست غرز از هجر گرد شادیه دشمن بودست دشمنم شاد شد و نیک بیا سود بیا دشمنم شاد شد و نیک بیا سود بیا ایسنم زود بیا زود بیا زود بیا آنچه دیدی تو زیر دلم مزود بیا خوب عزیزان، البته بسیار آهنگ مقبول بود، خدا کنه لذت برده باشین از آهنگ زیبا و از برنامه که من خدمت شما تقدیم کردم. البته از شاعرهای عزیز ما که شاعرها و شاعری عزیز ما که زنگ زدن و رنگینی برنامه افزودن از شان یک جهان سپاسگزار هستم. چون وقت برنامه به پایان رسیده، برنامه امروز شیر و ادب به میجه به پایان میرسانیم. البته میتونین عزیزای برنامه شیر و ادب از طریق یوتیوب اگر تایپ کنین دیانا صافی زرین تیوی میتونین که از طریق یوتیوب هم تماشا کنین.
شما را به خداوند بی امتام اسپارم. سعادت نصیب شما. خدا حافظ.